بلکه یه خود اومدن جلو دیدم که در واقع این موضوع نه تنها جایی نداره توی سازمان، بلکه ضد ارزش هم هست. یعنی این که کسی بخواد به اعتبار کسی دیگه خودش رو ویژه بکنه، حالا چه بسید این که شهید باشه. اینجا خیلی دستگاهم توی اشرف تحت تاثیر این موضوع قرار گرفت. چرا که دیدم اون یک رنگی و صافی همه جای اشرف هست. این نیست که بخواهم کسی توی مناسبات هر پروسه داشته باشه، نمیدونم پدرمادر هر کی میخواد باشه، ویژه بشه، خاص بشه و از بقیه متمایز بشه. یه بردم توی یک نشست اونجا توی یک نشست رو گفتن که من این برداشت برداشت کردم، گفتن که نقل به مضمون میکنم چون دقیقه فیادم نیست الان این زنده دارم نیست. گفتن خانواده شهید، کسی اینجا میتونه خانواده شهید روز میکشد به خاطر دریافت دوچندانی که توی این مدت کرده توی ایران، از ایران گفت اینجا چون دو چندان دریافت کرده باید دو چندان اتفاقا پرداخت بکنه. یعنی بخوام راحت بگم یه معنیش دقیقا چیه. توی ایران من خیلی مورد توجه بودم، مثلا بین خانواده هوای دارم بودم، این کسی پدرش فلان بود، این مادرش فلان بود، این بچگی فلان شده، این پروسه رو کردن، همین میگفتم. تو جامعه ایران مثلا این موضوع زیاد ارزش برای من نبود. به همین خاطر انبوه مهر و محبت هایی بود که از طرف هواداری دور نزدیک به من میشد. حتی مثلا وقتی میرفتم توی شهر پدرم گل پایگان، مثلا تو اون شهر به محض اینکه میفهمیدم مثلا من پسر فلانی ام، کسایی که من اصلا نمیشناختم ایشون، اصلا ندیده بودم، مثلا اولین بار مثلا شاید من یک نفر میدم، انقدر احترام و محبت میکردن به خاطرش به اعتبار اون شهید هم که مثلا حمید خادمی نماینده مثلا گل پایگان بوده تو انتخابات اول مجلس، همون انتخاباتی که خمینی چیز کرد، هیچ کم تو مجلس هم از اون جدید. اینجا خودم فهمیدم که اتفاقا چون من بیشتر تو این مسیر دریافت کردم تو این مسیر تا این نقطه، اتفاقا تو اشرف باید بیشتر ماده بکنم، بیشتر قیمت بدم و بیشتر خودم فدا کنم که بتونم تراز کنم. چون شاید یه کسی که مدیدین انتخاب کرده آشنا شده اومده شاید همچین پروسی نداشته باشه که مثلا اینقدر بهش پرداخت شده باشه، اینقدر بهش